امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ایتیچوت ما رو همراهی می‌کنند. خوش آمدین آقای معماریان. به نظر شما اهمیت انتخابات ویرجینیا چیه؟ برخی از تحلیلگران انتخابات این ایالت رو نمونه کوچیکی از فضای کلی انتخابات در آمریکا میدونن. نظر شما چیه؟ کاملا همینطور هست. اهمیتش از این جهت هستش که با توجه به اینکه آقای بایدن محبوبیت بسیار پایینی داره و در حوزه‌های مختلف به هر حال مردم ازشون ناراضی هستن، این انتخابات میتونه نشون بده که وضعیت رای دهندگان در حوزه‌های ایالتی و محلی چطور هست و در سال آینده که انتخابات برگزار میشه، دقیقاً یک سال دیگه از الان، وضع جو عمومی نسبت به دموکرات‌ها به جمهوری‌خواه چطوری هستش. در 4 دوره گذشته ریاست جمهوری به این نحو بوده که اگر که دموکرات‌ها کنترل کنگره در واقع محلی ویرجینیا داشتن، سال بعدش رئیس جمهور دموکرات بوده و وقتی که مثلا جمهوری‌خواه کنترل به دست گرفتن، رئیس جمهور از طرف جمهوری‌خواه بوده، مثلا آقای ترامپ، آقای بایدن، قبلش آقای اوباما. بنابراین یک جوری به صورت سمبولیک نگاه میکنن به ایالت ویرجینیا که ببینن که در حوزه محلی با توجه به نظرسنجی که در خصوص بایدن وجود داره و توجه به عملکرد ایشون فضا چطوری هست. این انتخابات نشون داد که حداقل در حوزه محلی دموکرات‌ها برندشون یا اون توجهی که مردم بهشون میکنن برند بدی نیستش و رای بیار هستش، اگرچه رئیس جمهوری که دموکرات هست و سر کار هست در واقع با فقدان محبوبیت مواجه است، محبوبیتش بسیار پایین است. آقای معماریان، اهمیت این که حق پایان خودخواسته به بارداری در ایالت محافظه‌کار و جمهوری‌خواه اوهایو رای آورد چیه به نظر شما؟ از این جهت اهمیت داره که یک مسئله هستش که دموکرات ها روش پافشاری زیادی دارن و بر این حق پافشاری میکنن. جمهوری خواهان محدودیت های زیادی رو در این خصوص به حال مطرح کردن، بسیارشون حتی گفتن که به هیچ عنوان سخت جنگ رو قبول ندارن، حتی مثلا برای 16 هفته یا 11 هفته. بنابراین این مسئله با توجه به که در یک ایالت بسیار جمهوری خواه در واقع قرمز اتفاق میفته و مردم دارن به یک مسئله رأی میدن که دموکرات ها ازش حمایت میکنن، مسئله هستش که خب برای دموکرات ها خبر خوب هست با توجه به که در سال آینده در بسیاری از ایالت ها همچنان ما این مسئله سخت جنگ رو خواهیم داشت و یک به هر حال تو موضوعاتی که بین جمهوری خواهان و دموکرات ها برجسته خواهد شد، این مسئله مهمی خواهد. الان در ایالات متحده بیشتر از 7 ایالت هستن که تصمیم گیری کردن در خصوص موضوع سخت جنگ در سطح ایالتی و این قانون رو تصدیق کردن. در ایالت اوهایو مهم هست، خاطر این ایالت بسیار محافظه‌کاری هستش و آقای ترامپ اونجا از آقای بایدن بردش و معمولا ایالتی هستش که به جمهوری خواه رای میده. برای اینکه بیاد حالا توی این وضعیت به این موضوع رای بده، خب برای دموکرات خبر خوبی هست که فکر میکنن که یک مسئله اجتماعی، مسئله سخت جنگ، یک مسئله مهم سال آینده خواهد. آقای معماریان، یه اشاره کوتاهی هم کردیم ولی یه نگاهی داشته باشیم به نظرسنجی CNN. بایدن افت کرده محبوبیتش در حقیقت و ترامپ یک کمی اندکی از اون پیشی گرفته، این بیانگر چیه؟ خب محبوبیت آقای بایدن بسیار پایین هست، یعنی کم سابقه هستش که رئیس جمهور در یک سال قبل از انتخابات چنین محبوبیت پایینی داشته باشه. در حوزه‌های مختلف مردم اعتمادشون رو به آقای، بسیاری از گروه‌های مردمی اعتمادشون رو به آقای بایدن از دست دادن، از جمله سیاهان آمریکا، کسایی که اصالت لاتین دارن، اصالت لاتین اومدن و در جوانهای افراد زیر 30 سال درصد کسانی که با آقای بایدن میخوان رای بدن کمتر است نسبت به 4 سال گذشته. بنابراین در هم گروه‌های جمعیتی و هم گروه‌های سنی آقای بایدن نسبت به 4 سال گذشته در واقع عملکردشون بسیار ضعیف هستش. بنابراین از این جهت میشه گفتش که خب نگرانی بسیاری رو ایجاد کرد در میان دموکرات ها، به خصوص اینکه خیلی از دموکرات ها هم باورشون هستش که آقای بایدن از نظر سنی
توانایی لازم رو برای اینکه بتونه 4 سال دیگه رئیس جمهور باشه نداره و حتی برخی از دموکرات‌ها این مسئله رو مطرح می‌کنن که حتی اگر دوره اول ایشون دوره موفقی بوده باشه، حتی اگر سیاستی که ایشون در طی این 4 سال دارن جلو می‌برن سیاست خوبی باشه، ولی برای 4 سال دوم خوب نیست و خود حضور آقای بایدن برای انتخابات سال آینده میتونه که یکی از عواملی باشه که مردم در سراسر آمریکا بهش اقبال نکنن و رأی ندن یا بسیاری از دموکرات خونه بمونن یا به هر حال یک اتفاقاتی بیفته که باعث بشه که دموکرات ها که در سطح محلی دارن خوب عمل میکنن به خاطر شخصیت خود بایدن و سن و سالش و در حال سیاست هایی که جلو برده باعث بشن که دموکرات ها انتخابات ریاست جمهوری از دست بدن. بنابراین یک چالش بزرگی هستش که پیش پای دموکرات ها هست و مسئله سن آقای بایدن همونطور که عرض کردم نه تنها در میان جمهوری خواهان بلکه در میان دموکرات ها و نسل جوان حزب دموکرات هم یک مسئله حاد هستش. ممنون از توضیحاتتون. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ما رو همراهی کردید.